یه سوال، فکر میکنی چرا همه دلشون میخواد که پلی استیشن 5 بخرن با اینکه ایکس باکس سری ایکس هم ارزون تره و هم قوی تره؟ به خاطر انحصاریاشه. دقیقاً. امروز میخوام انحصاریای کنسول پلی استیشن رو از بدترین تا بهترین رو براتون رده بندی کنم. پس به اپیزود جدید اتاق بازیمونه خوش اومدید. تا حرف از انحصاریای سونی میشه همه میگن آنچارتد، گاداوار، ولی انحصاریای سونی خیلی بیشتر از این هست. ما کلی عنوان انحصاری روی پلی‌استیشن داریم که خیلیاش اصلا عناوین شناخته شده ای نیستن. توی این ویدیو ما میخواییم سراغ تمام این عناوین بریم و بر اساس متایی که از این بازی ها توی سایت متاکریدیت ثبت شده رده بندیشون کنیم. فقط دو تا نکته. اول اینکه ما فرانچایز های سونی رو مورد بررسی قرار میدیم، یعنی اگه توی یه فرانچایز ما 3 تا بازی اصلی داریم، معدل متای این بازی ها مورد بررسی قرار میگیره و ما تمام عناوین اسپین‌آف رو اصلا نادیده میگیریم. دومین نکته اینه که بازی های این لیست لزوما ساخته سونی نیستن و ممکنه شرکت های دیگه این بازی رو برای کنسول پلی استیشن ساخته باشن. مثلا بازی اسپایرو دراگون، این بازی رو سونی نساخته و حتی این بازی دیگه انحصاری هم نیست، اما از اونجایی که این بازی در ابتدا به عنوان یه بازی انحصاری معرفی شده، ما هم توی این لیست قرارش دادیم. و یه نکته دیگه اینه که ما باید حداقل 3 تا شماره توی این مجموعه بازی داشته باشیم تا اون بازی بتونه به این لیست راه پیدا کنه. پس دنبال لاست اف آس و گوستاف سوشیما توی این لیست نباشیم. دیگه وقتتون رو زیاد نمیگیرم، ولی از اونجایی که از روی تامنیل متوجه شدیم، ما توی این ویدیو یه مهمون عزیز داریم. تا حالا شده توی یه روز سرد زمستونی تصمیم بگیرید یه بازی رو شروع کنید؟ بعد از اینکه یه مدت بازیش میکنید میبینید این دیگه چه آشغالی بود که بازی کردم. چرتیه دیگه. بعد از اینکه کلا ناامید شدید و بازی رو میبوسید کنار، تصمیم میگیرید یه بازی که دوستتون بهتون معرفی کرد و بازی کنید. یه مدت که میگذره میفهمید اونقدرم بد نبود. اونجاست که میفهمید یه لیست خوب همه اون چیزیه که بهش نیاز دارید. سلام بچه های دوالابه، اینجاست و خوش اومدید به کانال موناس پلیمو. مرسی از دوست عزیزم که منو دعوت کرد به کانال خوبش تا با هم دیگه از بهترین تا بدترین انحصاری سونی رو بگید. شما حتی قبل از اینکه این ویدیو رو ببینید یک کامنت بذارید و حتی خودتون رو بگید ببین اصلا میتونید بفهمید که بهترین بدترین بازی سونی چی میتونه باشه و آخر ویدیو رو هم ببینید تا متوجه شید درست حد زدید. بچه ها حتما به کانال آیدا سر بزنید و مطمئنم که حتما از محتوای کانالش خوشتون میاد. لینکش هم در توضیحات این ویدیو براتون میذارم. در رده آخر این لیست بازی وایت نایت کرونیکال قرار داره با متای معدل 63.66%. ما در این فرانچایز کلاً 3 تا بازی داریم. این بازی هیچ وقت نتونست به اون توقعی که طرفدارها ازش داشتن برسه. خود من این بازی رو بازی نکردم، ولی طبق چیزایی که خوندم این بازی ها نه داستان جالبی داره و نه گیم پلی جالبی. پس اگه بازیش نکردین چیزی رو از دست ندید. فرانچایز بعدی یه بازی ورزشیه. بازی کول بوردرز با متای 68.23. مانا خدا وکیل این بازی رو از کجا پیدا میکنی؟ من خیلی کمرنگ یه سری چیزا یادم از این بازیه، ولی اسمش رو عمرن یادم نمیومد. اگه بخوام راجع به بازی هم صحبت کنم باهاتون، باید بگم که این بازی یه بازی اسکیتوریه که واسه اولین بار به کنسول PS1 معرفی شد و طبق چیزایی که من بررسی کردم و خوندم، بازی اول تا حدی به کنسول PS1 موفق بود، ولی نه که کاملا دیگه رو نفته چون یه سری نیچه خیلی زیادی داشت، ولی باز هم تونست مورد استقبال قرار بگیره. کلا ما توی این مجموعه 3 تا بازی داشتیم که هیچ کدوم هم نتونست موفقیت بازی اول رو تکرار کنه و خیلی هم زود فراموش شد. در رتبه بعدی ما یه فرانچایز داریم که مطمئنم که تقریبا هیچ کدومتون بازیش نکردید. مجموعه بازی بازبوزر جونیور با متای کلی 70.69%. این بازی یه جوری مثل یه برنامه شو تلویزیونی میمونه. برای بازی کردن این عنوان سونی کنترل خاص طراحی کرده که مثل زنگ مسابقه هفته میمونه. خود وکیلی کسی هست بابت این بازی پولم بده؟ آیدا، فرانچایز بعدی چیه؟ مونه جون، اتفاقا این بازی مورد علاقه من تو بچگیه، ولی واسم یکم عجیب بود که چرا امتیازش اینقدر پایینه.
مجموع بازی اسپایرو دی دراگون متاشون حدوداً 72% میانگینش و خود من واقعا سورپرایز شدم این بازی رو توی رتبه پایین دیدم، چون من یادم سگانش رو بازی کرده بودم اونقدرم دردم بود خودش شدم من، چون بازیش کردم میخواستم گنگی کار رو بالا ببرم، مثلا میخواستم اوف عجب بازی یادم بازی میکنم. ولی خلاصه این که اگه اشتباه نکنم بازی سومش متاش 91 بود و اینقدر موفق بود که ما همین چند وقت پیشم یه دونه ریمیک از سگانش رو داشتیم روی PS4، ولی خب متاسفانه بعد از اینکه بازی سوم دیولوپرش عوض شد یه جورایی اونجا بود که سقوط شروع شد و کلا این مجموعه بازی به بازی ضعیف‌تر شد تا جایی که دیگه تو بازی شادو لگسی ما متا کمتر از 50 داشتیم متاسفانه. بازی‌ها یواش یواش دیگه دارن معروف میشن. بازی بعدی کلوب بازا خیلی باهاش خاطره دارن. بازی های ماشین جنگی یا به قول خارجی ها تویستد متال با متای 73.76%. بدون شک بازی تویستد متال یکی از بازی های کلاسیک کنسول پلیستیشن محسوب میشه، اما به طور عجیب این بازی هیچ وقت مورد توجه منتقدها قرار نگرفته. البته این به اون معنا نیست که طرفدارهای سونی این سری بازی ها رو دوست ندارن. این بازی کلی طرفدار دو آتیشه داره، به طوری که 7 از این بازی ها توی مجموعه نسخه گریتی دریافت کردن، یعنی سونی دوباره این بازی ها رو پرینت کرده و فروخته. آخرین ورژن این بازی روی پلی‌استیشن 3 در سال 2011 عرضه شده و از اون موقع بازی به یه خواب زمستونی رفته. به نظر شما سونی این مجموعه رو دوباره زنده میکنه؟ رسید سونی انحصاری ترسناک هم داشت، ولی من دارم راجع به سایلنت هیل حرف نمیزنم. مجموعه بازی سایرن با متای 74%، این سری بازی سایرن یه عنوان ترسناک ژاپنی توری دارن. حالا من نمیدونم شما چقدر تجربهشو داشتین، فیلماشو دیدین یا نه، ولی یه سری از فیلمایی که ساخت ژاپنه و ترسناک، واقعا ترسناک. حالا اومدن بازیشو درست کردن و یکی از نکات باحال این بازی اینه که بازی به بازی شماره ها بهتر میشه، متاهاشون میره بالا، ولی خب انگار این پیشرفت اونقدر خوب و کافی نبوده، چون بعد از اینکه شماره سوم روی PS3 میاد کلا این بازی فراموش میشه و هیچ وقت نمیتونه به اون معروفیت بازی مثل سایلنت هیل و رزیدنت ایویل برسه. ولی خب شما اگه از سبک ترس و بقا و اینجور چیزا علاقه دارید این مجموعه رو امتحان کنید، شاید خوشتون بیاد. در مورد بازی بعدی همین چند وقت پیش بود که یه ویدیو براش ساختم، ولی میتونید حدس بزنید که چه بازیه؟ مجموعه بازی های مید ایوول با متای معدل 75.15%. بازی شروع خوب روی پلی‌استیشن 1 داشت و متای معدل 80 رو کسب کرده که از نظر من معتقدها به این بازی خیلی ارفاق کردن. چرا؟ چون خب این بازی داره یک سری ایرادات ساختاریه، مثلا کنترل بازی زیاد جالب نبود. به هر حال بعد از بازی دوم این مجموعه دوچاره یه افت شد و بازی آخر این مجموعه متای پایین 65 رو گرفت. از نظر خود من اگه میخواد این بازی رو تجربه کنید نسخه ریمیکش رو میتونید انتخاب کنید که به مراتب بهتره. انحصاری بعدی یه بازی شوتره که شاید شما قدیما با رفیقاتون کمی دور هم میشستید بازیش کرده باشید، ولی الان چند سالی هستش که خبری نیست ازش. مجموعه بازی سوکام با متای 72 که این سری بازی سوکام این سری بازی سبکی شوتر داره که خیلی یادتون مطمئنم عاشق بازی شوترید که شما باید توش تو نقش نیروی دریایی آمریکا باشید و یه سری ماموریت‌های خطرناک کنید. این بازی تو دوره PS2 تونست به یه موفقیت نسبی برسه، یه موفقیت کوچولی کوچولی داشت و یه اسمی هم واسه خودش دست و پا کرد، ولی اونقدر نتونست این موفقیت تو نسل 7 هم ادامه بده و بعد چند تا بازی ناموفق یه جورایی یه کلا فراموشش کردم و در کل خود من بازیش نکردم. حقیقتش رو اگه بخوام بهتون بگم برای کار نکنم قضیه رو بازیش نکردم، ولی میگم تو زمان PS2 یه موتی عالی داشته. حالا شما حتما کامنت بذارید و بگید این بوده یا نه، افسانه بوده یا واقعا موتیش خفن بوده. آقا خدا وکیلی انتظار این که یه همچین فرانچایزی با این رتبه رو ببینم و نداشتم، جا خوردم. مجموع بازی های کراش بندیکوت با متای 77.74
البته این متا برای یه مجموعه اصلا امتیاز بدی نیست، ولی خب توقع شخص بنده از مجموعه بازی های کرش به مراتب بیشتر. دقیقا مثل بازی اسپایرو دراگون، کرش با یه سگانه عالی کارشو برای پلی‌استیشن 1 شروع کرد. به طور مثال متای بازی کرش 3 همینک 91 یه متا عالیه. متاسفانه بعد از عرضه بازی سوم، ناتی داگ که دیولپر این مجموعه بود برای همیشه این فرانچایز رو ترک کرد و یه جورایی از اونجا بود که سقوط آغاز شد. کرش بیچاره مثل یه توپ دست به دست بین دیولپرهای مختلف میچرخید و اونا هم هر کار نکرده‌ای که داشتن رو با این مجموعه داشتن انجام میدادن. فقط اینو بدونید که اگه ساخت این بازی بعد از بازی سوم متوقف میشد، این بازی الان توی ستای اول. خدا وکیلی واسه تون زور نداره که بازی موتور استورم بالاتر از کرش باشه، یا نمیدونم، شاید من خیلی وابسته بودم به کرش. ولی خب حقیقتش اینه که متای کلی موتور استورم که حدوداً 78 پیشه، یه سری بازی های ریسینگ آرکایتوری هن و یه تم آخر زمانی هم دارن. مثلا این آخر زمانی ها رو که گذاشتن یکم جو و عوض کرد تو این بازی و یه کنسول PS3 هم اومد و توی همون کنسول هم بای بای کرد و رفت کلن. البته این اشتباه نکنید که این بازی ها بازی های بدی هن ها، ولی خب اینقدر سونی تریلرهای الکی داد، یعنی قشنگ توقع طرفدارا و بازیکن‌ها رو رفت بالا و الان قراره یه چیز بوم ببینیم، ولی خب در نهایت اون چیزی که انتظار داشتن نشد و ما آخرین نسخه‌ای که ازش داشتیم موتور استورم RC بود، سال 2012 اومد و همه این بازی‌ها رنگشون توی 75 تا 80 میده و بازی خیلی بدی نیستن، مخصوصا اگه با بچه‌هاتون یه دور همین نشسته باشین و تصمیم گرفته باشین یه بازی با انجام بدید. دیگه از این به بعد همه بازی دیگه خیلی معروف شدن. بازی بعدی هم مطمئنم که خیلیاتون بازیش کردید. مجموعه بازی های کیلزون با متای 78.83. آقا نمیدونم، هیچ وقت نتونستم با این سری بازی ها ارتباط بگیرم. بازی های دوم و سوم تو زمان خودشون خیلی بازی های خوبی بودن و کلی هم طرفدار داشتن. تا جایی که بازی کیلزون یکی از عناوین لانچ کنسول پلی‌استیشن 4 بود. بازی روی کنسول پلی‌استیشن 4 هم عملکرد نسبتا موفقی داشت، اما نمیدونم چرا یوهو این بازی غیب شد و تا به امروز کوچکترین خبری هم از این بازی نیست. تو کامنت ها حتما من رو بنویسین که آیا شما طرفدار این بازی هستین یا نه. به غیر از کیلزون ما یه بازی شوتر خفن دیگه هم روی پلی‌استیشن داریم، مجموعه بازی رزیستنس با متای 79.4. خب بازم میگم اگه طرفدار ژانر شوترین این بازی رو امتحان کنید، چون میدونم خیلیاتون شوتر دوست دارین، شاید خوشتون بیاد. ببین اصلا توقعتون نبر بالا که بگی اوف الان چه بازی قرار بود. بازیش خیلی خفن نیست ولی میتونه سرگرمت کنه و اینکه بازی رزیستنس درست مثل بازی موتور استورم روی کنسول PS3 اومد و یه سگانه نسبتاً خوبی هم داشت، بعدم ناپدید شد دوباره و داستان بازی هم راجع به حمله یه سری موجودات فضاییه و شما تو هر شماره باید با این حیوانات بجنگید. در کل بازیش بد نیست. خود من شماره 3 شویکم بازی کردم و بدم هم نیومد. شما هم اگه دوست داشتین حتما امتحانش کنید. بالاخره رسیدیم به یکی از فرانچایز های محبوب من که فکر میکنم رتبه‌ای که الان گرفته واقعا حقشه. بازی های سایفون فیلتر با متای 80.24. آخ من چه خاطراتی با این بازی که نداشتم. یه زمانی این بازی یکی از فرانچایز های اصلی سونی محسوب میشد، به طوری که ما 6 تا بازی روی کنسول پلی‌استیشن 1 و 2 از این مجموعه محبوب داشتیم. بازی در زمان خودش واقعا نوآورانه و خاص بود و اسلحه هایی که بازی در اختیار شما میذاشت واقعا تنوع فوق العاده ای داشتن. بازی های سایفون فیلتر معمولا داستان خاصی نداشتن، شما رهبر یه تیم بودید که باید با تروریست مبارزه میکرد. در کل بازیش عالی، امتحانش کنید. یه خود اولش کنترل بازی سخته ولی بعدش عادت میکنید. بدون شک از این بازی حتما لذت میبرید. خب حدس بزنید بازی بعدی راجع به کدوم فرانچایزه؟ اینفیمس. بله، مجموعه بازی اینفیمس با متای 82.66. نمیدونم، به نظر من بازی اینفیمس خیلی شبیه بازی پروتوتایپن. حالا نمیدونم شما قبلا تجربهشو داشتین یا نه، ولی یه نوستالژی خیلی خفنی داره واسه بازی پروتوتایپ و این تفاوت بین این دو تا بازی هستش که حالا قهرمان این بازی قدرت برقی چیزی داره. بازی جهانباز سوپرهیرویی که شما میتونید توش انتخاب کنید که آدم خوبه بازی باشین یا آدم بده بازی.
بازی روی کنسول PS3 معرفی شد. ما دوتا عنوان این فیمس 1 و 2 رو داشتیم روی این دوتا کنسول که هم تونستن عنوان نسبتا عالی رو بگیرن و هم موفق باشن. ما روی کنسول PS4 بازی این فیمس سکند سان رو داشتیم که بازی خوبی هم بود. خود من یکم بازیش کردم، جالب بود، ولی شرکت سازنده این مجموعه یعنی ساکر پانچ تصمیم گرفت که دیگه ساخت این بازی رو متوقف کنه و بره سر وقت یه پروژه جدیدتر. که خب نتیجه این پروژه هم احتمالاً میدونید چیه، یعنی بازی گوست آف سوشیما که اگه شما بازیش نکرده باشینم یا حتما تو یوتیوب دیدین یا کلی استریم دیدین، یعنی کلا یه موفقیت خیلی خوبی تونست به دست بیاره. جالبه مجموعه بعدی هم ساکر پانچ ساخته. مجموعه بازی های اسلای کوپر با متای 83. یه زمانی بود که خیلی ها معتقد بودن اسلای کوپر مسکات بعدی شرکت سونیه. سگانه اسلای کوپر روی پلیستیشن 2 واقعا عالی عمل کرده بود. نوآوری سازنده ها توی این بازی باعث شد که اسلای کوپر خیلی زودتر از اون چیزی که همه فکر میکردن پرطرفدار بشه. اما نمیدونم سونی چرا این مجموعه رو آنچنان که باید و شاید ادامش نده. در سال 2013 ما چهارمین و آخرین بازی از این مجموعه رو داشتیم که متای خوبی هم گرفت، ولی اصلا فروش قابل توجهی نداشت و همین امر هم باعث شد که این بازی یه جورایی به ورطه فراموشی سپرده بشه. آقای سونی، اسلای کوپر واقعا مجموعه خوبیه، لطفا زندش کن. ما بهت قول میدیم که بازیشو بخریم. تو رتبه بعدی ما بازی جکن دکستر رو داریم که متاش 83.4 و میدونی این بازی ساخت کدوم استودیو هم هست دیگه؟ ناتی داگ خودمون، همون استودیوی که بازی مثل آنچارتد و کرش و لست آف آسی که همه تون قطعا تجربهش رو داشتین یا دیدین رو ساخته. و بازی جکن دکستر یه بازی اوپن ورده و ما 3 بازی اصلی از این مجموعه رو داریم. حالا نکته جالب راجع به این بازی اینه که با هر شماره ای که بازی میکنید تم این بازی، تم داستانیش تاریک‌تر میشه. اگه طرفدار بازی مثل کرش و ماریو هستید به هیچ وجه این بازی رو از دست ندید. رتبه بعدی هم رقیب جک و دکستره. رچت و کلنگ با متای 84.75. این مجموعه از اونجا خیلی خاص میشه که شما بدونید ما کل بازی توی این مجموعه داریم و یه جوری تمام این بازی ها هم بازی های خوبی هستن. یعنی مثل کرش نیست که 3 بازی اول خوب هستن و بقیه افتضاح. ما توی این مجموعه بازی نداریم که متای 76 باشه که خود این نشون میده که با چه مجموعه قوی طرف هستیم. بازی پلتفرمینگ عالیه که تونسته کمدی رو چاشنی کار خودش بکنه. حتما امتحانش کنید، احتمالاً خوشتون میاد. آقا این مورد بعد آیدا میگفت، ولی چون خودم بازی بعدی رو خیلی دوست دارم گفتم خودم بگم. بازی وایپت اوت با متای 86. من عاشق بازی وایپت اوتم. وایپت اوت از جمله از بازیاییه که از اون اول قوی شروع کرده و همینجوری هم قوی ادامه داده. به طور مثال بازی اول مجموعه متای 90 داره و بازی دوم مجموعه متای 93. وایپت اوت از معدود بازیهای این لیسته که از کنسول پلی‌استیشن 1 بوده تا همین پلی‌استیشن 4. بازی داره یه گیم پلی عالیه به علاوه یه موزیک عالی. خود من که به شدت این بازی رو دوست دارم و شاید براتون جالب باشه که بدونید من کنسول پلی‌استیشن ویتا رو در لانچ فقط به خاطر این بازی خریدم. خب فکر میکنم که این بازی رو خیلیاتون منتظرش هستید و شاید هم حتی کامنت گذاشته باشین که اتفاقا رتبش هم خوبه. مجموعه گراند توریزمو با امتیاز 87.57. مجموعه بازی گراند توریزمو شبیه ساز رانندگی که از قدیم الایام پای ثابت کنسولای پلی‌استیشن بوده شما هم حتما میدونید دارم چی رو میگم. از نظر خود من این بازی بهترین شبیه ساز اتومبیل رانی هم، ولی متاسفانه توی این چند سال اخیر بازی از اون اوجی که داشت فاصله گرفت و یه جورایی صحنه رقابت رو به بازی مثل فورزا داد. ولی از نظر من سری بازی گراند توریزمو باعث شد که یه سبک شبیه سازی رانندگی تبدیل به یه ژانر شه و اگه ما الان داریم بازی مثل فورزا رو بازی میکنیم تا حدودی مدیون گراند توریزمو هستیم. رتبه بازی بعدی خود منم سورپرایز کرد، شاید باورتون نشه. مجموعه بازی های لیتل بیگ پلنت. خب متا این بازی 88 و اشتباه نکنید، من نمیگم این بازی خوبی نیست، ولی انتظار رتبه سوم بهترین فرانچایز پلی‌استیشن رو دیگه ازش نداشتم. بازی لیتل بیگ پلنت یه بازی پلتفرمینگه و شبیه ماریو و این اجازه رو به شما میده تا مرحله مد نظر خودتون رو بسازید، بعد اون رو توی اینترنت با دوستاتون شیر کنید و یه چیزی تو همون مایه های ماریو میکر خودمون. خود من شماره اول و دوم این بازی رو انجام داده بود.
بودم قبلا و خوبه، اصلا بازی بدی نیست. من که خوشم اومد. چند سال پیش هم اتفاقا Little Big Planet 3 رو داشتیم که به صورت مشترک روی PS3 و 4 عرضه شد. الان هم چند سال میشه که دیگه از این بازی خبری نیست تا ببینیم قرار بازی بعدی ساخته شه یا نه. فکر میکنین رتبه دوم مربوط به کدوم بازیه؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسید. بازی آنچارتد با متای 88.83. آقا چیزی که بیشتر از همه منو سورپرایز کرد اینه که تفاوت متای این مجموعه با مجموعه لیتل بیگ پلنت 1% هم نیست. خدای آنچارتد خیلی بهتره. چرا انقدر اینا به هم نزدیکن؟ به هر حال آنچارتد مستر‌پیس شرکت ناتیدگه که همه شماره‌هاش واقعا عالیه. آقا زیاد در مورد این بازی صحبت نمی‌کنم چون خب تا حالا بیش از 1000 بار در موردش گفتیم. بازیش خوبه دیگه. بازیش کنید و حالشو ببرید. خب بالاخره هزارا به پایان رسید و رسیدیم به آخرین بازی که احتمالا خودتونم حدس میزنید کدوم بازیه. یکی از بهترین بازیه سونی که شاید خیلیاتون سونی داشتنتون به خاطر همین بازیه. و اما خانوم ها و آقایون، این شما و اینم بهترین فرانچایز شرکت سونی، یعنی گاد آف وار با متای 90. همونجوری که قطعاً حضورشو داشتید که فیلمیز ببینیدش، گاد آف وار اینجاست و خیلی بازی خفنی. اصلا من چرا باید چیزی بگم راجع به این بازی؟ اصلا لازمه من چیزی بگم؟ شما خودتونم حتما تجربهشو داشتین، اصلا اسمش قطعاً شنیدید دیگه، تجربهش هم نداشتین. ولی این بازی توی سال 2003 تبدیل شد به بهترین بازی روی کنسول PS2 و شاید براتون جالب باشه بدونید پایین ترین امتیازی که گاد آف وار گرفت 80 بود، یعنی ته امتیازی که گرفت 80 بود، اونم مربوط به بازی گاد آف وار اسنشن بود که بعد ما گوست آف اسپارتا رو داشتیم و امتیازش 86 بود و بعد دیگه همه یه بازی راحت مثلا آب خوردن بالای 90 گرفتن که بیشتر امتیاز این مجموعه احتمالا حدسش هم میزنید گاد آف وار 2018 بوده که 94 گرفته. در کنی که الان این بازی واسه PC هم قراره بیاد، پس حتما تجربهش کنید. یعنی خدایی چطوری به خودت این گیمر رو این بازی رو تجربه نکردید؟ من این چی نمیگم، من الان مثلا لپتاپ به من برو بازیش کن فقط. خب بچه‌ها اینم از ویدیو. خدایی تونستید حدس بزنید چند تاشو یا نه؟ شاید بهترین رو بتونید حدس بزنید، اون بدترینه یکم سخته. من هی فکر میکنم یعنی کدوم بازی آشغالی که بازی کرده میتونه بدترین بوده باشه، ولی بگید واقعا تونستی ترس بزنی یا نه. و اینکه بازم مرسی از مانا که منو دعوت کرد، حتما حمایتش کنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید، بهتر کنید دیگه این ویدیو رو. و مرسی که تا اینجا بودین. خدافظ فعلا. و در آخر مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین و امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. یادتون نره کلی سابسکرایب بزنید و حتما برای من کامنت بنویسین چون کامنت شما واقعا برای من مهمه. و کلی زنگوله رو بزنید تا از اپیزود بعدی من مطلع بشین. در توضیحات این ویدیو لینک اینستاگرام، تلگرام، دیسکورد و توییتر رو زدم. وارد بشین و واسه بشین تا اپیزود بعدی. خدا نگهدار. We'll be right back.